امرو یک رفیقم با یک محفل می رفتیم. راه خیلی دور دور بود. اصلا راه رفتن او پیاده شد، تلفنش داخل نخلی آدن ماشین ماند. من تلفنش رو به دست گرفتم. همگی 20 زنگ وارداتی داشت، 10 تا از مادرش، 10 تا دیگر از یک دختر ناشناس که بعدن گفت دوست داشته هم است، یعنی دختری که دوستش می دارد. از 10 زنگ وارداتی مادر 9 تا پراپوشنی و 1 تا جواب گردانده شده است، ولی از 10 تا زنگ تلفنی عروسش 9 تا با او هم 9 بار با او هم صحبت شده است و 1 تا پراپوشنی. البته به او چیزی نگفتن، فقط یادم آمد بیدار خوابی تا صبح نخوابیدن و زحمت کشیدن، جان سیاه کندن مادرها برای فرزندهاشون. شامی زمستان بود، وارد ادنا کلاسنیک شدم، یعنی گروه همسنفا. جان مرد نوشته بود که نالا برای مرد نمی زیبد. با خود اندیشه کردم بس که در چشمه چشمان زنان عشق نماند، مردها می گیریند، مردها می گیریند. خواستم براش پاسخ ننویسم ولی طاقت نیاوردم، چند جمله براش روان کردم که من گریه را ناله را برای عشق بزرگی از دست رفتم نه، یا برای دختری که دوستش می دارم نه، برای دولت و ثروت نه، برای چاه و جلال نه، برای پدرم، برای مادرم، برای پدری تو، برای مادری تو کردم. یعنی پیش پای مادر نشستن، سر به دامانش نهادن، گریه کردن، گمان میکنم آیین جوان مردی است. همینطور نه؟ یک گوشه دیوار حوله من افتاده بود و حسن خانه را حوله را خیلی نازیبا میکرد. مادرم که اصلا یک زنی آزاده و تمیز زیبای دوستار بود، از من چند بار خواهش کرد که همین گوشه را آباد کنم، یعنی یک پنجلای بزنم. خیلی نورست بودم، خام بودم، بر اثر بسری های کودکی و نورسی نتوانستم اونجا را ترمیم کنم. یک بیگاه که واردی حوله می شدم دیدم مادرم خودش استاگی می کند، لای کرده است و با پنجه های ابگارش به دیوار لای می زند، یعنی آنجا را آباد می کند. گفتم آچه چقدر استای خوب هستی. کمی ملالنگیز جانبم نگاه کرد و آخرین لای دستش را به تنه دیوار زد و با پنجهش خط کشید. گفت این از من خاطره برای تو، هرگاه که دیدی این پای پنجه را و اگر یاد زد که یک گوشه حبلی همون خراب و ابگار است، تو را آباد میکنی. همون جای در آفتاب خشکید، پای پنجه مادرم ماند، همچون یک یادگاری خیلی بزرگ. هر سال که به خانه می رفتم یک بار پنجه هم را روی پنجه های مادرم می گذاشتم. محبتش را، گرمیش را احساس می کردم. گمان می کردم دستانم را می فشارد. گمان می کردم به من چیزی گفتن می خواهد. گمان می کردم به من نیرو می بخشد، محبت می بخشد، قوه می دهد. یعنی یک جای نیک بود، یک جای مقدس بود، جای آب چشم ریختن و دل خالی کردن های من بود. این سال که به خانه رفتم اون جای را بلنگار دیدم. بر اثر باد و باران پای پنجه مادرم به زمین ریخته و یکسان شده بود. مادرهاتون را احتیاط کنید، به قدرشان رسید دوستانی من. امشب دلم برای پدر گریه میکنم، باران برای بامی پدر گریه میکنم، نامی تو را به هر تیرزه نوشتم، نامی تو را به هر تیرزه نوشتم، هر حرف در برابر من
گریه میکنه، هر حرف در برابر من گریه میکنه. امشب دلم برای پدر گریه میکنه. شهر خالی، خانه خالی، خواهرم تو نگوی در چی حالی، دادرم با علم با عشق چشمانی ترم، با علم با عشق چشمانی ترم. میروم از خانه تو مادرم، میروم از خانه تو مادرم. تلخی ما هم ثانیم، هنگ نه هنگام دارد مادرم، هنگ نه هنگام دارد مادرم. آدمی از غم نمیرد ای خدا، از غمی دنیا نمردم دادرم. مادرم رفت و نرفتم امرش، گرچه خیلی غصه خوردم دادرم، گرچه خیلی غصه خوردم خواهرم. خاکی سرد و من آرزوی توی کردم خواهرم، آرزوی توی کردم دادرم. مادرم گفت تا غلامت نشوم، صدقه حرف و کلامت نشوم. جانی زارم را خریداری نما، جانی آچم من غلامت نشوم، جانی آچم من غلامت نشوم. آه تقدیر ای برادر، سوزنم دیل عشقی خواهر. شهر خالی، خانه خالی،